مقاله لورد کلارک عضو برجسته مجلس اعیان انگلستان در رول کال روزنامه کنگره آمریکا. لورد کلارک از اعضای برجسته مجلس اعیان انگلستان و رئیس پیشین حزب کارگر این کشور در مقاله در رول کال روزنامه کنگره آمریکا طرح دیپلمات آمریکایی لارنس باتلر مبنی بر جابجایی اشرف را طرح غیر قانونی و شرم‌آور توصیف کرد و نوشت در سال 2004 عالی رتبه ترین مقامات آمریکا ساکنان کمپ اشرف را به عنوان افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو به رسمیت شناختند و با تک تک زنان و مردان آن توافقنامه‌هایی امضا کردند مبنی بر اینکه از آنها تا زمان تعیین تکلیف نهایی حفاظت کنند. در سال 2009 وزارت خارجه آمریکا با پشت کردن به این تعهد و به رغم اعتراضات بین المللی مسئولیت حفاظت از اشرف را به نیروهای عراقی تحت فرماندهی نخست وزیر نور مالکی که عامل ملاهای تهران در عراق است منتقل کرد که توافق نیروهای هلندی برای تحویل دادن مسلمانان بوسنی به راسکو ملادیچ جنایتکار سرب را تداعی می کند. مثل داستان ملادیچ و نیروهای هلندی، مالکی هم به آمریکا تضمین داد که به ساکنان اشرف صدمه نمی رساند، ولی درست مثل تعهد ملادیچ، تعهد مالکی هم تو خالی بود. در ژوئیه 2009 و در آوریل 2011 ساکنان اشرف مورد حمله نیروهای مالکی قرار گرفتند که حمله اول 11 کشته و حمله دوم 36 کشته بر جای گذاشت. ملادیچ اکنون در دادگاه لاهه به جرم جنایت جنگی محاکمه می شود و دادگاه اسپانیا حکمی در مورد احضار مالکی به خاطر ارتکاب به جنایت صادر کرده است. جای درست مالکی در سلولی در کنار ملادیچ است و امید می رود پایان کار او همانجا باشد. در چنین شرایطی طرح سفیر باتلر برای جابجایی ساکنان اشرف به یک مکان نامعلوم در عراق قطعا خطرناک است و اساسا هیچ دلیلی برای این طرح وجود ندارد به غیر از اینکه از ملاهای تهران و مأمورشان آقای مالکی استمالت کند و یک نماینده دولت آمریکا هم جهت خواست کثیف ملاهای حاکم بر ایران و فعالترین حامی تروریست در جهان باشد. این یک ننگ و رسوایی است. من برای سفیر باتلر یک پیام دارم. مالکی ممکن است به جای تعهد به اجرای قوانین بین‌المللی برای ارتکاب جنایت علیه بشریت به ملاهای ایران متحد باشد. ولی شما موظف هستید در چارچوب قانون و نرم‌های بین‌المللی عمل کنید و به جای خواست‌های ملاهای تهران از راه حل انسانی ارائه شده توسط اروپا برای انتقال ساکنان اشرف به کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای دموکراتیک دیگر حمایت کنید که طرحی بر اساس احترام به حقوق بشر است. وزارت خارجه آمریکا تماماً مسئول و پاسخگوی وضعیت ناگوار کنونی در اشرف است و نمایندگان کنگره آمریکا و قانونگذاران اروپایی اجازه نمی‌دهند که بیش از این به این مسئولیت خود پشت کنند.